برنامه بیش از 30 عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا به ریاست اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپا. درخواست فراخوان فوری برای آزادی 7 گروگان و فراخوان به شورای امنیت و ملل متحد برای استقرار تیم ناظر و واحد کلاه آبی ملل متحد. فراخوان به انجام یک تحقیقات مستقل در اسرع وقت. فراخوان به دولت عراق برای مستقر کردن 17500 تیوال و دیگر الزامات امنیتی در لیبرتی. تعلیق تمام کمک‌های اتحادیه اروپا به عراق تا تحقق این موارد. در نامه اعضای کمیسیون خارجی پارلمان اروپا خطاب به ریاست اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپا آمده است: پارلمان ما در تاریخ 10 اکتبر قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن ما حمله اول سپتامبر به اشرف را شدیداً محکوم کردیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط 7 گروگان که در بغداد توسط عراق نگهداری می شوند شدیم. خانم اشتون در نامه 19 سپتامبر خود به شماری از نمایندگان پارلمان اروپا نوشت: ما دلایلی داریم که باور کنیم که 7 تن از ساکنان کمپ در نزدیکی بغداد در اسارت به سر میبرند. وی همچنین خواستار انجام تحقیقات مستقل شد. اما در حالی که بیش از 80 روز از حمله میگذرد و ساکنان لیبرتی و خانواده های آنها در ژنو، لندن، برلین، اتاوا و ملبورن در سومین ماه اعتصاب غذا و در وضعیت خطرناکی به سر میبرند، اتحادیه اروپا هیچ اقدام موثری برای آزادی این 7 گروگان به عمل نیاورده است. مهمتر این که یک تلاش نگران کننده وجود دارد که نشان بدهد نوری المالکی نقشی در حمله نداشته و وانمود کند که گروگانها در عراق و در اختیار نیروهای او نیستند. این یک زمینه سازی آشکار برای استرداد گروگانها به رژیم ایران یا کشتن آنها در عراق است. اشرف از 2009 مستمرن در محاصره واحدهای ارتش و پلیس و استخبارات عراق بود که تحت امر دفتر مالکی ایفای نقش می کنند. تمامی راه های اشرف تحت کنترل نیروهای عراقی است و ورود یک فرد یا یک خودرو بدون هماهنگی با نیروهای عراقی امکان ندارد، چه رسد به یک واحد بزرگ نظامی با تجهیزات نظامی و مواد منفجره. اگر نخست وزیر عراق در حمله اول سپتامبر بی تقصیر بود، در این مدت الزامات حداقل امنیتی لیبرتی را تامین می کرد. اما او سرسختانه از انتقال تیوالها، کلاهها و جلیقه های حفاظتی و تجهیزات پزشکی و غیره ممانعت می کند. مالکی همچنین مخالف یک تحقیق بی‌طرف بین المللی است. بدون تردید ادامه کمک های اقتصادی و تسلیحاتی اروپا به عراق با معیارها و ارزش های اتحادیه و کشورهای عضو متعارض است و اگر دولت عراق گروگانها را آزاد نکند و به موضوع حفاظت ساکنان لیبرتی توجه نکند، همه این کمک ها باید تعلیق شود. در این رابطه ما از شما این اقدامات را درخواست داریم: اول، فراخوان فوری به دولت عراق برای آزادی بیدرنگ 7 گروگان شامل 6 زن. دوم، فراخوان به شورای امنیت و ملل متحد برای استقرار تیم ناظر سازمان ملل در لیبرتی همراه با یک واحد کلاه آبی ملل متحد و انجام یک تحقیقات مستقل در اسرع وقت. سوم، فراخوان به دولت عراق به مستقر کردن 17500 تیوال و دیگر الزامات امنیتی در لیبرتی. فراخوان نایب رئیس پارلمان اروپا
و بیش از 30 عضو کمیسیون خارجی پارلمان به رئیس اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپا برای وادار کردن عراق به آزادی 7 گروگان اشرف. هشدار امضا کنندگان در مورد تلاش نگران کنندهی که مدعی است نوری مالکی نقشی در حمله به اشرف نداشته و 7 گروگان در اختیار نیروهای او نیستند. نایب رئیس پارلمان اروپا دکتر آلخو ویدال کوادراس با ارسال نامه اعضای کمیسیون خارجی این پارلمان برای هرمان ون رمپوی ریاست اتحادیه اروپا و خوز مانوئل بارسو رئیس کمیسیون اروپا نوشت: ما یک نامه مشترک را که توسط بیش از 30 تن از اعضای کمیسیون خارجی پارلمان اروپا درباره کشتار اخیر در اشرف و ربودن 7 گروگان توسط دولت عراق امضا شده است برایتان می فرستم. امضا کنندگان قویاً نسبت به تلاش نگران کنندهی که می خواهد نشان بدهد نوری مالکی نقشی در حمله نداشته و وانمود کند که گروگان‌ها در عراق و در اختیار نیروهای او نیستند حساس هستند. عفو بین الملل بدون هیچ تردیدی تایید کرد 7 گروگان روبوده شده از اشرف در دست عراق هستند. لذا همانطور که در نامه ما مورد تأکید قرار گرفته است، اتحادیه اروپا تا زمانی که گروگان‌ها آزاد بشوند هیچ راه حلی ندارد به جز اینکه حکومت عراق را به خاطر این جنایت علیه بشریت محکوم کرده و هر گونه کمک به آن را به حالت تعلیق درآورد. من در انتظار پاسخ فوری شما هستم. آلخو ویدال کوادراس، 20 نوامبر 2013.